به نام یاد خدا، بیننده محترم سلام بر شما، صبحتان بخیر، شما را خوش آمدید میگیم به یکی دیگر از برنامه های بستان عافیت. امروز یک مسئله بسیار مهم میخواییم بحث داشته باشیم که هم ربطی داره به جناب دکتر سیبا و هم مسئلین دانشگاه طب. بحث برنامه ما در مورد سقط جنین است که از دید و نظر قانون بررسی میکنیم و در این مورد جناب وکیل محمد نظیر ابراهیمی را دعوت کردیم به برنامه. جناب وکیل به برنامه خوش آمدید. سلامت باشین، زنده باشین. جناب وکیل صاحب، میخوایم برنامه را از این آغاز بکنیم که جنین چی است؟ بسیار خوب، پیش از اینکه بیم سر اصل بحث، اول میخوایم آغازی داشته باشیم به نام خدایی که انسان را از نطفه آفرید. و سلام و عرض ادب داشته باشم حضور جناب شما و گردنده های شما که در حق به پرده کار میکنن و همچنان بیننده های محترم تلویزیون شما. امیدوارستم بحثی را که لحظه با شما بودیم و صحبت رو موضوع خواد داشتیم، امیدوارستم که همون داشته های اندک حقوقی ما بتوانه اندک مؤثریت و مفیدیت خود برای کل جامعه انسانی ما و خاصتا برای اطبای محترم داشته باشه. خب حالا میام سر جواب به سوال شما اید که جنین چی هست؟ اصلا جنین تعریف مشخصی در بخش طب و طبابت داره و متعلق به اون مسلک مقدس هم میشه که اطبای محترم بهتر و روشنتر و واضحتر از ما تعریف از جنین دارن. اما ما میایم فقط از منظر حقوقی بحثش میکنیم. البته در نظام حقوقی افغانستان از جنین تعریف خاصی صورت نگرفته، اما در نظام های حقوقی مختلف جهان و همچنان دانشمندان حقوق تعریف متعددی را از جنین اونها در عرصه علم حقوق بیان کردن. در کل مفهومی که از تعریف اونها برمیه گفته میشه که جنین به اون موجودی گفته میشه که به مجرد القا در رحم مادر شکل میگیره و الا زمان ولادت طول میکشه. این فاصله، در این فاصله زمانی اون موجود القا شده ای که در رحم مادر پوشانیده میشه و در اونجا پرورش یافته میشه، بر این موجود جنین گفته میشه. بالکل بالکل. و مسئله که امروز بحث داریم سرش، اکثرا مردم به اشتباه میگیرن، با گمان از این هستن که مسئله شاید ربطی به جزا نداشته باشه، قضیه حقوقی و جزایی نشه، ولی خوشبختانه که ما در کود جزا مسئله رو بسیار به تفصیل بحث کرده قدرانای کشور و میشه که حال بحث شروع بکنیم در مورد از اینکه سقط جنین چی است. بسیار گپ خوب معقول. جنین هم خودش آغازین مرحله حیات انسان است. بله. و انسان هم از دیدگاه شریعت اسلام و هم از دیدگاه نظام های حقوقی کل جهان، چه نظام های حقوقی اسلامی و چه هم نظام های حقوقی غیر اسلامی یا کفری، اینها همه برای انسان، برای نفس انسان و برای حیات انسان جایگاه خاص و برازنده همه قائل شدن. و در تمام نظام های حقوقی البته به شکل عمدیش سقط جنین جرم پنداشته شده و از دیدگاه شریعت اسلام هم حرام مطلق است. حالا ما میگیم که سقط جنین برای چی گفته میشه؟ بله بله. باز هم اون قسمی که بیشتر گفتم در نظام حقوقی افغانستان در اون قسمی که تعریف مشخصی از خود جنین صورت نگرفته، از سقط جنین هم تعریف مشخصی صورت نگرفته. اما آنچه که دانشمندا از لابلای داشته های خود در این مورد بیان کردن، فقط از کل این مسائل میتونیم ما به این نتیجه برسیم که سقط جنین عبارت از پایان یافتن یا پایان دادن به مرحله بارداری است. بله.
البته این پایان یافتن یا پایان دادن به مرحله بارداری قبل از موعد طبیعی ولادت است. بله. در مورد موعد طبیعی ولادت هم دانشمندان حقوق بحث داشتند که به کدام موعد گفته میشه و در نهایت به این نتیجه رسند که موعد طبیعی ولادت به امون آغازین لحظات تقلصات عضلاتی رحم به اون موعد طبیعی ولادت گفته میشه که ایره اطبای محترم ما بیشتر با این اصلاحات آشنایی دارن میفهمن. و اگر ما به اصلاح هامش مطرح بکنیم برای اینکه مخاطب ما دوستای هام ما هم هستند که اونا در عرصه حقوق یا طب و طبابت تخصص ندارن یا آگاهی کامل ندارن، ما به شکل عامش گفته میتونیم به مجرد شروع شدن دردهای زایمان بر اینمی خودش گفته میشه که موعد طبیعی ولادت. بالکل. و در مورد از اینکه جناب وکیل صاحب، خو ما خو انواع مختلف جرمه را داریم، از عامیانه بگویم حالت مشدده و مخففش، در کدام مسائل قانون پیش بینی کرده که جرم که واقع شوه مخفف است، حالت ضعیفتر خود داره، مجازات کمتر خود داره؟ خب در این مورد گرچه سقط جنین هم در بعضی از برخی از حالات استثنایی میشه که از اسباب اباحت هم در قانون محسوب شوه که رو هم تفصیلی تر صحبت خواد داشتیم، اما در کل به هر نحوی از آنها که سقط جنین صورت میگیره از دیدگاه نظام حقوقی افغانستان جرم پنداشته شده. بله. و البته در حالات مختلف جزاهای متفاوت خفیفتر و شدیدتر قانون برش پیش بینی کرده. کمترین یا اندکترین مجازاتی که کود جزای افغانستان برای سقط جنین پیش بینی کرده او عبارت از حالتی است که یک خانم بدون قصد و در عالم ناآگاهی با استفاده از ادویه یا هر آن چیز دیگی که منجر شود به سقط جنینش بر از او مجازات پیش بینی کرده که اندکترین اون مجازات 30 تا 60 هزار افغانی جریمه هست. البته جریمه نقدی. بله بله. اما مجازات شدیدترش که میشه از حبس قصیر شروع تا به حبس طویل تا 7 سال هم برش پیش بینی شده که نظر به حال و احوال و اوضاع چگونگی سقط از هم متفاوت می باشد. بالکل. یکی از بینندگان محترم در فیسبوک به ما کامنت گذاشته بودن، سوال کرده بودن در این مورد که آیا زمانی که بارداری شروع میشه تا ختم که ولادت صورت میگیره در ابتدا مجازات فرق میکنه یا در انتها؟ به معنی ازی سوالشان به قسمی است که آیا که طفل خرد باشه یا جنین، طفل جنین خرد باشه صدق میشه یا عمدن یا سهول، مجازات در اینجا مخفف است یا که به یک حالت میرسه که نزدیک ولادت میباشه در اینجا مشدده میشه؟ در این باره یک بحث داشته باشیم. در این مورد باز هم بگیم که نظام حقوقی افغانستان سقط جنین مرحله بندی نکرده. بله بله. وقتی که ما از یعنی مواد 700 و اگر اشتباه نکنم از 769 کد جزا 569 از 569 کد جزا تا 574 یا 75 کد جزا همون مجازات صدق جنین کد جزا افغانستان پیش بینی کرده، در اونجا مرحله بندی و درجه بندی نکرده. داره. اما دیدگاه فقها در این مورد باز متفاوت است. بله بله. در اینجا دیدگاه فقها به این معنا متفاوت است که فقها با این دیدگاه هستند که اینها مرحله بندی کردن خود از اون مرحله القا تا 4 ماهگی، یعنی فرصت زمانی که بر این جنین یا این موجود روح دمیده میشه، اونها یک حکم برش قائل میشن. بعد از 4 ماهگی حکم دیگری برش قائل میشن. بعد از این که تکمیل شکل اعضای
جنین در رحم مادر صورت میگیره، اونجا حکم دیگری برش قائل میشن و البته جزایی را که شریعت اسلام برای سقط جنین پیش بینی کرده همون دیت لازمه است بر کسی که مرتکب این عمل یا این جرم شده. و در مورد چگونگی پرداخت دیتش هم دیدگاه های فقها مختلف و متفاوت است. بسیار بحث کلان داره نگاه شریعی. این مسئله دیدگاه شریعی خیلی یک موضوع جامعی است و البته ما با حفظ احترام به دانشمندا و علمای عرصی فقه دیگه ما بر خود جرأت نمیتیم که بیشتر در حوزه تخصصی اونها تفصیلی تر بحث بکنیم. بلکل بلکل. در این مورد اگر فرصت ها لازم بود یا فرصت ها ایجاب کرد یکی از فقها در چنین برنامه ها شرکت کرد انشاءالله که دعوت میکنیم توضیحات بله بله. بیشتر خود دادن بلکل بلکل. اما از اون دیدگاه شرعی تفاوت ها قائل دیدگاه های فقها هم مختلف است. اما از منظر قانون جزای افغانستان یا کد جزای افغانستان کدام تفکیک در این مسئله اصلا قائل نشدن. درست درست. جناب وکیل صاحب یک وقفه کوتاه میگیریم. بیننده محترم یک وقفه کوتاه میگیریم. انشاءالله دوباره زود برمیگردیم. با ما باشیم. بیننده عزیز دوباره خوش آمدین. پس ادامه میدیم با جناب محمد نظیر ابراهیمی وکیل صاحب مدافع. جناب وکیل صاحب در مورد بگیم که شیوه های سقط جنین و مجازاتش در قانون افغانستان چه پیش بینی است؟ خب در کل نظام حقوقی افغانستان یا بگیم که کود جزای افغانستان اصلا بلای موادی که در اونجا مطالعه میشه دو شیوه در اونجا پیش بینی شده که این شیوه ها میتونن منجر به سقط جنین شوه و مجازات هم برش پیش بینی شده. بله. یک شیوه ضرب و اذیت را مطرح کرده. درست. و دیگری هم شیوه استفاده از ادویه و در اونجا آورده یا سایر وسایل گفته. البته به شکل کلی مطرح کرده. که این سایر وسایل دیگه هر چیزی شده میتونه. خب به ارتباط ضرب، ضرب یا به اصطلاح عامیانه ما مردم به معنی زدن یا کوبیدن است. دیگه اون اصطلاح هست، یعنی هر آن شخصی که یک خانم حاملی را مورد ضرب و شتم قرار بده، لتوکوب بکنه و اون لتوکوبی ها منجر به سقط جنین از او شوه، یکی از شیوه هاست که برش قانون مجازات پیش بینی کرده. و همچنان اذیت، اذیت ها میتونه که هم اذیت جسمی باشه و هم اذیت روحی یا روانی باشه. اذیت جسمی هم اگر ما یک مثال زنده برش بزنیم که بیننده ها بهتر و خوبتر برش بفهمن، اذیت جسمی هم این که یک خانم حامله رو یک کسی، ولو که هر کس باشه، از اعضای خانوادهش باشه یا غیر اعضای خانوادهش باشه، هر کسی باشه، اون را وادار به انجام کارهای ثقیل بکنه یا اون را وادار به این بکنه که یک جسم ثقیلی را برداره، این میشه اذیت جسمانی. و یا هم اذیت روحی و روانی، اون جسم اون خانم را تحت فشارهای روانی قرار بدن، چی با دشنام دادن، چی با توهین کردن، چی با تحقیر کردن و به هر نحوی از آنها باشه. یا ای که یک شخصی به گونه ناگهانی اون خانم را میخواد که بترسانه، اینها همه اذیت های روانی هستند. در هر یکی از این حالات وقتی که سقط جنین صورت میگیره، اینجا این در نظام حقوقی افغانستان جرم انگاری شده، برش مجازات هم پیش بینی شده و مجازاتش هم خیلی شدید است که قانون برش حبس طویل تا 7 سال برش پیش بینی کرده، البته برای مرتکبش. و شیوه دوم استفاده از ادویه هست. خب در استفاده از ادویه چند حالت وجود داره. یکی که با استفاده از ادویه سقط جنین صورت میگیره، این استفاده از ادویه توسط کی صورت گرفته؟ توسط یک شخص طبیب و صاحب مسلک که اون صاحب مسلک ها شامل طبیب یا دکتر میشه، جراح میشه، دواساز میشه و قابله میشه.
این هر یکی از اینها را اشخاص مسلکی در رشته طب و طبابت شامل میشه، یا ای که توسط یک فرد غیر مسلکی طب و یا هم توسط خود خانم. در هر کدام اینها کود جزای افغانستان مجازاتش پیش بینی کرده و من میخوایم تمام هموطنان عزیز خودم مخاطب قرار بدم، خاصتا اطباء و اهل مسلک بیشتر متوجه این موضوع بسازم که نسبت به اون دو گروه دیگه، یعنی افراد عادی یا خود خانم اگر از ادویه استفاده میکنه به هدف سقط جنین و یا اینکه یک شخص طبیب یا مسلکی، مجازات اون شخص طبیب و مسلکی بیشتر نسبت به این دو طبقه دیگه. در اونجا میخوام یک بحث دیگه هم داشته باشیم جناب دکتر. متاسفانه در بعضی جایا خارج از مسلک طبابت و شفاخانه یک تعداد مردم با استفاده از بعضی مشکلاتی که باز خانمای بادار میباشه که هدایت کنیم چی او مثلا شرعی باشه یا نباشه بحثی جدا، بعض جایی هست که اونجا خانم هم سق میکنه یک تعداد دکتر سبا قابل سبا یک تعداد محدودی که مشکل پیدا میشه. بعض وقت های جایی مراکز را مشکل قضیه شکار کنید که پلیس دستگیری داشته در محالت یا مجازات دارن ندارن جناب آقای خانسان. ببینید یک مسئله، یک موضوعی در کود جزای افغانستان تحت عنوان اسباب اباحت مطرح شده، اونجا رضایت مجنی علیه برش گفته شده. بله. و بعضی هم اشتباهاً این مسئله را ربط میتن به اون موضوع که مجنی علیه در اینجا دیگه همون خانم حامله هست. بله بله. وقتی که طفل از او سقط داده میشه مجنی علیه همون خانم حامله هست. بله. و با استناد به این موضوع که رضایت مجنی علیه خودش هم از اسباب اباحت است، در اینجا اون دوستایی که این تعبیر رو تفسیر نکردن به اشتباه رفتن. درست. در رابطه به سقط جنین اصلا کود جزای افغانستان، نظام حقوقی افغانستان رضایت مجنی علیه را اصلا از اسباب اباحت ندانسته. درست درست. این که خود خانم حامله در این مورد رضایت داشته باشه یا نداشته باشه، درست. شوهرش در این مورد رضایت داشته باشه یا نداشته باشه، اقاربش در این مورد رضایت داشته باشه یا نداشته باشه، هر آن کسی که این عمل را انجام میده، این عمل عمل جرمی هست و برش قانون مجازات پیش بینی کرده. اصلا هیچ استثنایی وجود نداره در این مورد. خب رضایت خانم شرط نیست. شرط نیست. اصلا شرط نیست. اگر خانم، حتی خانم هم اگر راضی باشه و این سقط جنین چی توسط شخص مسلکی یا غیر مسلکی، چی با اون شیوه های، به هر یکی از اون شیوه هایی که پیشتر بیان کردیم به هر شکلش صورت بگیره، با در نظرش همون شیوه های مرتبط به مسئله قانون برش مجازات پیش بینی کرده. درست درست. و آیا کدام حالتی است که قانون پیش بینی کرده باشه مجازات نباشه؟ به خاطر یک مریضی به یک شکلی. خب البته در این مورد نظام های حقوقی جهان و نظام حقوقی افغانستان هم یک استثنایی را قائل شده. البته اون استثناء در حالتی است که یک وضع یا حالت تزاحم میان حیات مادر و جنین یا طفل با وجود بیاد، با در این صورت یک استثناء وجود داره که سقط جنین از حالت جرمی بودنش بیرون میشه. اون استثناءات در نظام های حقوقی مختلف البته متفاوت بیان شده. در کل نظام های حقوقی جهان 3 مورد را از جمله اسباب اباحت در سقط جنین بیان کردن، اما نظام حقوقی افغانستان 1 مورده. اون 3 مورد که سایر نظام های حقوقی از جمله مثلا نظام حقوقی فرانسه بیان کرده، یکی همون دفاع شرف را از اسباب اباحت میدانن. درست درست. یعنی بسیار کوتاه میخوایم چون فرصت هم فکر میکنم اندک است. بله، بسیار بله. کوتاه برشان اشاره کنیم. دفاع شرف به این دفاع شرف به این معنا که یک خانم به نحو اجباری حامله میشه. بله. حالا اگر او این حمل را
ادامه بده و در نهایت این هم را وضع بکنه در امون جامعه که زندگی میکنه، دیگه به حیثیت شرف از او خیلی صدمه وارد میشه. نظام حقوقی فرانسه و بعضی کشورهای دیگه به جایز میدنه و به همین ترتیب دلایل اجتماعی هم میتونه از اسباب اباحت، البته در نظام های حقوقی برخی از کشورها از جمله اسباب اباحت محسوب شوه و این سرق جنین جرم پنداشته نشه. مثل از اینکه کسی میگه که من دیگه توانایی اقتصادی ندارم که این طفل که من به دنیا میارم ایره پرورش بتوم، و بیشتر هم در فرانسه این مسائل مطرح است، ممکن ما به این رسته کردن تونیم در آینده یک فرد ناسالم در جامعه تقدیم شوه و بسایی یک فرد مجرم بر جامعه تقدیم شوه، جامعه از این متضرر شوه. اونها باز در نظام های حقوقی اونها جواب داره، اما در نظام حقوقی ما این دفاع از شرف و دلایل اجتماعی اصلا وجود نداره. یک مطلب بسیار عامیانه داریم در این مورد، میگن روزیش خدا میده و لنگرش زمین میبره. لنگرش زمین میبره. بله بله. فقط نظام حقوقی افغانستان اون چیزی که به عنوان استثناء پیش بینی کرده دلایل طبی هست. طبی. البته دلایل طبی هم در حالتی میشه که اگر حیات مادر به سبب ادامه حمل تهدید میشه، باز اون هم مشروط به این که اهل مسلک، اطباء و متخصصین مرتبط به قضیه در این مورد نظر خود داشته باشن، اونها نظر بدن که ادامه حمل برای خانم میتونه منجر به فوت یا منجر به مرگ خانم شود. باز در چنین یک حالت یک استثناء وجود داره که باز در چنین حالت میتونن که دکتر صاحبا و همچنان خود خانم حامله یا اقاربش اقدام به این بکنن که باید جنین در این مورد دیگه سب داده شوه. دیگه بحثی نیست. فقط یک نکته که برای دکتر صاحبای محترم خیلی مهم و ارزشمند است از دیدگاه قانون افغانستان، وقتی که در امیدور یک وضعیت یا حالت قرار میگیرن تصمیم بر این میشه که، البته از نظر مسلکشان تصمیم بر این میشه که سب باید صورت بگیره، در غیر از اون مادر طرف میشه. خب اینجا رضایت مجنی علیه مطرح شد. خب حالا رضایت از کی گرفته شوه؟ بله بله. آیا از خانم گرفته شوه؟ یا شوه. یا اگر بهتر از بگویم که موافقه از کی گرفته شوه؟ بله بله بله. در اینجا نظام حقوقی افغانستان در مرحله اول خود خانم را در ردیف اول قرار داده که باید موافقت خود خانم در این زمینه گرفته شوه. و اگر احیانا خانم در وضعیتی قرار می داشته باشه که معمولا دکتر صاحبا نشان انگشت شه می گیرن که مثلا موافقت نشان می ده که من به این سرق جنین موافق هستم، و اگر خانم در وضعیت یا حالتی می باشه که اون نمی تونه اظهار توافق بکنه، در ردیف دوم همسرش، و اگر احیانا همسرش نمی باشه، حضور نمی داشته باشه، باز در ردیف سوم اقارب خانم. البته اقاربم تا درجه سوم، که در درجه اول البته پدرش، در درجه دوم پدر کلانش، و همینطور یا در درجه اول پدرش و فرزندای بزرگش و بالغش، در درجه دوم هم پدرش، همینطور پدر کلانش اینا. بلکل. جناب وکیل صاحب بسیار زیاد تشکر، لطف کردین به برنامه آمدین. بیننده محترمی بود بخش اول برنامه. بخش دوم برنامه رو با خانم عظیمی پیش ببریم. شما رو به خداوند یکتا می‌سپارم. وقتتون خوش.